بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی. در اوضاعی که آخوند نکبت واقعا که تزویر و ریا و دروغ و تقیه اصلا ابداع این فرقه هست و دروغ سازند، دروغ فروشند، دروغگو نیستند، تنها واقعیت اینه که به هر حال عواملی گاهن سعی میکنند سر مسائلی که الان مسئله روز ما نیست و رو به سوی آینده ایران نداره، حالا هر کسی هر عقیده داشته باشه بسیار محترم برای خودش، ولی نه از تاریخ ما قبل اسلام ایران میشه با آخوند مبارزه کرد، حکومت ارتش و نفت و بودجه و سازش تا حد فاحشگی سیاسی با کشورهای مختلف از جمله روسیه داشته و داره، و به هر حال همینطور با غرب بعضی از جناهاشون، در هر حال به عناصری متاسفانه سعی میکنن به این اختلافات بسیار جزئی که مربوط به اصل مسئله نیست، سوراخ دعا را گم کردنه اگر آگاهانه نباشه. به هر حال امیدوارم که اون شعری در فارسی هست قبل از آغاز سخن گفت ما و ما و نصف ما و نیمه ای از نصف ما، گر تو هم با ما شوی ما جملگی صد میشن، و این اگر برسیم به این که هر کس با حفظ عقاید خودش اون جناحهایی که به براندازی این رژیم به دموکراسی برای حفظ ایران معتقدن، در آینده اونها بایستی به هم نزدیک بشن و بتونند این نظام رو هم رسوا کنن، هم به صورت یه نیروی قابل توجهی در بیان که دیگران برای حفظ منافع خودشون بیان باشون تماس بگیرن. خیلی متشکرم. امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی تمام اسکاندیناوی ها، آلمان، فرانسه، اتریش و بعضی کشورهای آمریکای لاتین، کولومبیا و اینا، بعضی حتی کشورهای افریقایی چیز تعطیل عمومیه به خاطر معراج، روز معراج یا عروج مسیح و پنجشنبه عروج میگن، پنجشنبه مقدس میگن، که مسیحی‌ها معتقدن که عیسی مسیح به اصطلاح با این بعد از اینکه از قبر برخواسته چیز شده، یه مدتی با حواریون زندگی کرده، با جسمش عروج کرده و قدیم چون به این کیهانشناسی چیز نداشتن فکر می‌کردن در آسمان چهارمه که خورشید اونجاست، بله، بنا به نجوم قدیم، و در این جشن در سراسر کلیساهای دنیا در تمام فرقه های مسیحی، حتی ارمنی و اینا که یه فرقه ارمنی و به اصطلاح مال گرجستان، اینا شاخه های خاصی هستند که نه کاتولیک نه پروتستان نه ارتدوکس، البته ارمنستان اولین کشور گریگوری ها مسیحی دنیا هستند، بعد همه این جشن رو مانند روز عید پاک که در واقع ظاهر شدن در واقع روح القدس از نظر مسیحی ها به حواریون مسیحه جشن میگیرند، و به هر حال بعضی ها 40 روز از فاصله عید پاک، بعضی ها شاخه های مسیحی هم اونو به جای پنجشنبه به شنبه موکول میکنه. بنابراین این جشن عمومی
مسیحی هاست، خواستم اینو تذکر، مثل ماه مه تعطیل در فرانسه هم همینطور. یه اطلاعیه‌ای که من نوشتم در کنگره ملیت های ایران فدرال سایتش گذاشته شد به مناسبت اول ماه مه، این رو میخوام بازخوانی کنم با توضیحات کوچکی که برای بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن بهتر باشه. کنگره، اونا رو هم تذکر میدم که کجاها رو اضافه کردم. کنگره ملیت های ایران فدرال ماه اول ماه مه روز جهانی کارگران جهان را به کارگران زحمتکش ایران و جهان تبریک میگوید. 130 سال پیش در اول ماه مه 1886 90,000 کارگر در شهر شیکاگو آمریکا در دفاع از عدالت اجتماعی تظاهرات عظیمی جهت تقلیل 10 ساعت کار در روز که به 8 ساعت تقلیل یافت بعدن و افزایش سهم اندکشان از سود حاصله کارشان رو اضافه میکنم برپا داشتن که روز چهارم اعتصابشان در اول ماه مه همون 1886 توسط پلیس به خاک و خون کشیده شد، ولی خاطره آن در یادها باقی ماند چون چهار نفر، یکیش هم خودکشی کرد، چون چهار نفر بله ببخشید، این در واقع انترنت اینجا اشکال داره و دیروز هم همینطور. بله، در 1933 هیتلر رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان، در واقع حزب سوسیالیست ناسیونالیست آلمان آن روز را تعطیل عمومی اعلان کرد و امروز جز در ایالات متحده و کانادا در اکثر کشورهای مسیحی جهان و سایر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به اصطلاح روز کارگر شناخته میشه و تعطیل عمومی است. و روس هم که بعداً اونو هیتلر هم کرد، اونا هم کردن، در هر حال کشورهای کمونیستی هم همینطور اول ماه مه همه جا تعطیله. در جز در آمریکا و کانادا. در آمریکا و کانادا دوشنبه اول سپتامبر را روز کارگر قلمداد میکنند. ظهور ساختار نوین سرمایه‌داری صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی ضمن حذف سلسله مراتب ساختار سنتی که بر حاکمیت موروثی شاه مستبد و کلیسای اضافه کنم انحصار طلب استوار بود، بر سه طبقه جدید متکی شد که هر یک انقلابی به نام خود در تاریخ ثبت کرد. اول طبقه سرمایه‌دار، اگر سرمایه‌دار به وجود نیاد اضافه میکنم سرمایه‌داری به وجود نمیاد. اول طبقه سرمایه‌دار که خواهان پیشرفت، توسعه دائمی، مدرنیزاسیون صنایع و در واقع زندگی اضافه کنم جهت تحصیل سود بیشتر برای خود هستند. طبقه سرمایه‌دار با ایجاد انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب صنعتی در انگلستان و سپس در سراسر جهان در واقع اعلان موجودیت کرد.
انقلاب اضافه میکنم، انقلاب صنعتی در انگلستان، در صنعت، در تولید، در حمل و نقل و کشاورزی در قرن، از قرن 18 هم آغاز، یعنی 1799 آغاز و در قرن 19 هم و 20 هم به اوج خود رسید و انفورماتیزه شد. انقلاب صنعتی در واقع پایان عصر و تمدن سنتی و آغاز جدید تمدن سرمایه‌داری صنعتی است. عصر جدید سرمایه‌داری صنعتی که ایجاد، اضافه کنم، تمدن سرمایه‌داری صنعتی را کرد که با هیچ تمدن سنتی که به دین متکیه نمیتونه گفتگو کنه چون از یه جنس نیست. سخنرانی هفته قبل. دوم، این اولین طبقه و سرمایه‌دارها بودن که انقلاب در واقع صنعتی رو در انگلستان، اول اونی که انگلستان 200 سال حرف آخر رو در دنیا میزد چون اولین کشوری بود که انقلاب صنعتی کرده بود، تا آلمان رسید و بعد امریکا ازشون گذشتن، الان هم خب کشورهای دیگه مثل چین و هند و اینا. دومین طبقه که با حذف شاه و شیخ و روستاییان، دهقانان سرو وابسته به زمین از بین رفت، اونا را از بین برد، دومین طبقه که ظاهر شد طبقه متوسط جدید بود که خواستار دموکراسی در معنای آزادی‌های قانونی منطبق با حقوق بشر و برابری انسانی شهروندان و نیز جدایی نهاد دولت و حکومت از نهاد دین بودند و هستند. بودند و اضافه میکنند که لایسیته و سکولاریسم نامیده میشه، که در انقلاب کبیر فرانسه با حذف شاه و شیخ تأثیر سیاسی به خصوص تاریخی خود را گذاشت و این طبقه اعلان موجودیت کرد. یعنی طبقه متوسط برخلاف طبقه سرمایه‌داری که در انقلاب کبیر فرانسه، در انقلاب صنعتی انگلستان اعلان موجودیت کرد در 1799، اینها در 1789 اعلان موجودیت کردند. و البته ریشه انقلاب صنعتی به آدام اسمیت اقتصاددان 1776 که سال اعلان استقلال آمریکا هم هست. اینا همزبان بود. سوم، طبقه کارگر صنعتی است و کشاورزی که غیر از فعله و دهقان سنتی است. این طبقه، طبقه سوم، با انقلاب کارگری و اضافه کنم آزادی خواهی آلمان در 19 مارس 1848، اینم اضافه که میکنم، در واقع آغاز شد و خود رو ثبت کرد که در ایتالیا در ژانویه همون سال، یعنی پیش از مارس، و در فرانسه در فوریه چنین حرکتی شروع شده بود. قیام دو، این اولین نمود قیام کارگری بود. دوم، قیام اول ماه مه شیکاگو و سوم، انقلاب اکتبر روسیه، همگی اینها خواستار عدالت اجتماعی شدند و بدین وسیله طبقه، سومین طبقه این جامعه و عصر جدید اعلان موجودیت کرد. بنابراین سرمایه‌دار دنبال سود پیشرفته، طبقه متوسط جدید، مهندسان، دکترها، روشنفکران، استادان دانشگاه، معلمان و غیره دنبال تمام سرویس هاست، از اداره ثبتش بگیرید تا همه دنبال آزادی و برابری هستند و سکولاریزم که جامعه پیش بره. و سومین طبقه خواهان عدالت اجتماعی است که کم بدزدن ازش، ندزدن که نمیشه در این سیستم. یک جامعه مترقی هر سه ایده
را بایستی در تعادل با هم مورد توجه قرار دهد. ضمن فراهم کردن امنیت غذایی و پیشرفت صنعتی و جذب سرمایه برای ایجاد اشتغال، استقرار دموکراسی یعنی آزادی و برابری و سکولاریسم، جدای نهاد دین از نهاد دولت و حکومت رو در کنار عدالت اجتماعی به صورت جدی بایستی مورد توجه قرار دهد. از وظایف دولت در چنین جامعه‌ای ضمن فراهم کردن شرایط ایجاد کار با سرمایه گذاری که امنیت غذایی در رأسش قرار میگیره، مبارزه با فقر و بینوایی و هر نوع بی‌عدالتی و تبعیض است. بی‌عدالتی و تبعیض طبقاتی، جنسیتی که یه نوع طبقاتی مانند زبانی و دینی و فرهنگی و تباری و کاستی و نژادی که به رنگ پوست فنوتیپش مربوط، انسان یه نژاد بیشتر. آخرش نوشتم از طرف کنگره ملیت‌های ایران فدرال، ما خواهان ایجاد چنین جامعه‌ای در ایران فدرال آینده هستیم. کنگره ملیت‌های ایران فدرال 28 آوریل 2016 که در اول ماه مه اونجا قرار گرفت. صحبت راجع به دین بود. دین اسلام الان جزء ادیان کامل دارای پیغمبر و کتاب مقدس. بحث روی 7 موضوع بحث میشه: خداشناسی، فرجامشناسی و معاد، سوم جهانشناسی اسطوره‌ای خلقت و جهانبینی دینی، چهارم کتاب مقدس و منطق دینی، پنجم اخلاق و ارزش‌های نیک و بد یعنی حلال و حرام و واجب و گناه اون دین، و ششم مراسم و عبادات، و هفتم نظام اجتماعی مطلوب و ایدال یعنی ایجاد مدینه فاضله از مؤمنان و نابود کردن همه کافران در همه ادیان، یا از طریق ارشاد یا از طریق جهاد یا جنگ های صلیبی و غیره. هر دینی زورش برسه این کارو میکنه. در سخنرانی قبل یکی دوتا نقطه بود که میخواستم اینجا توضیح اندکی بدم. یکی از مشخصات اسلام و امتیازات اسلام به دو دین قبلی، یکی تجارت پیشی بودن پیغمبر اسلام، روی این تاکید میکنه که در سراسر قرآن از جمله در آیات قصاص و جهاد و شراب آشکار است و در چنین آیاتی به صورت نهفته اون روح تجارتی خود رو نشون میده. دوم ایجاد حکومت که در نقد قرآن با اون خواهم گفت، از جمله وجود آیات ناسخ و منسوخ در قرآنه که در انجیل و تورات وجود نداره، چون پس گرفته، دیدت کار نمیکنه، عوض کرد. بنابراین مترقی تر شده، هم به دلیل روح تجارت و هم به دلیل حکومت و آیات ناسخ و منسوخش. در قرآن توضیح دادم که یه جمعی این کتاب‌های مقدس مسیحی و یهودی رو هم می‌خوندم. پیغمبر در واقع سخنگوی نابغه اینها بود و رهبر اونها در عین حال، و اونها رو بنا به سیاق نظام داخلی خودش تغییر میده. از جمله گفتم که هارون را در تورات تبدیل کرده به سامری که در واقع در سفر خروج باب 32 آیه 4 تا آخر این داستان اومده در تورات. در قرآن سوره 20 یعنی طه آیه 82 تا 98 اومده. جالب اینه که به غلط در ویکی‌پدیا 77 نوشتن. اصلا اعتماد نکنید که به قول معروف
اینها اغلب بگم که یا غرض ورزی گاهن توش میشه یا یک نوع سانسور خاصی در چیز انجام میگیره. بله، به هر حال در قرآن سوره 20 یعنی تاها که در رابطه با عایشه هست و اینجا من اون بخششو یک کمکی میخونم که بسا آیه 82. پس موسی خشمگین و اندوهبار به سوی قومش بازگشت، گفت ای قوم، مگر پروردگارتان شما را وعده نیکو نداده بود؟ آیا این وعده به نظرتان طولانی گشت؟ یا خواستید که غضب الهی بر شما فرود آید که از وعده من تخلف کردید؟ گفتند ما با اراده خیش وعده تو را تخلف نکردیم، بلکه محموله هایی را که از زیور فرعونیان بر دوش داشتیم در آتش افکندیم و خود سامری هم چنین کرد. به جای اینکه هارون رو بگه، پس گوساله تناوری برای ایشان پدید آورد که آوازی هم داشت. گفتند این از خدای شما و خدای موسی و عهد و ایمان را فراموش کرد. آیا آنها نمی دانند که گوساله سخنی به آنان باز نمی گرداند و بر آنان سود و زیانی ندارد؟ و ببینید سود و زیانه ها باز، و خدا سود داره یعنی، و زیانم داره که جهنمشه. و به یقین هارون پیش از آن به آنها گفت ای قوم به هوش باشید که با آن مورد آزمایش قرار گرفته اید. این اضافه قرآن و جعل قرآن برای اینکه اون چیز تورات رو صاف بکنه. و بیگمان پروردگارتان خدای رحمان و رحیم است، نگو سالم اصطلاح، از من پیروی کنید و دستور مرا اطاعت کنید. گفتند ما همچنان در پرستش گوساله ثابت میمانیم تا موسی به سوی ما باز آید. چون موسی باز آمد گفت ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدن، همش جعلیات قرآن ها اینا، یعنی در تورات وجود نداره، چه امری تو را با تا اینکه هارون چون پیغمبره نمیتونه گوساله پرستی رو ترویج کنه، منطق قرآن ایجاب نمیکنه، این تحریف رو انجام میده بنا به همون منطق عمومی. بله، گفت ای هارون، وقتی دیدی آنها گمراه شدن، چه امری تو را باز داشت که دستور مرا پیروی نکردی؟ آیا بر من عصیان ورزیدی؟ گفت ای پسر مادرم، لغت معنا داره ها، خیلی معنا داره، چون برادر بزرگش هم است، هارون برادر بزرگ موسی است، نه کوچک موسی به روایت یهودی ها. ریش و موی سرا مگیر، ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل جدایی افکندی و به سخنم وقعی نگذاشتی. آنگاه موسی به سامری گفت ای سامری، این چه کاریست از تو سرزده؟ گفت من چیزی دیدم که دیگران ندیدن، پس مشتی خاک از پی رسول برگرفتم و آن را بر گوساله افکندم و نفس مرا اینچنین آن را برای من بیاراست. نفس من این چنین آن را برای من بیاراست. موسی گفت از میان ما برو، که تردش میکنه سامری رو. حالا این داستان بگم که چرا قرآن در واقع این کار رو انجام میده، در حالی که در تورات باب 32 سفر خروج میخوانیم و چون قوم دیدن که موسی در فرود آمدن از کوه تأخیر نمود، که این سنده دیگه، اصل اینه، قوم نزد هارون جمع شده و ای را گفتم برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش رو ما بخرامیم، روی ما بخرامند، زیرا این مرد موسی که ما را از زمین مصر بیرون آورد نمیدانیم او را چه شده است. هارون به دیشان گفت گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران شماست
بیرون کرده نزد من بیاورید. پس تمامی گم گوشوارهای زرین را در گوشهای ایشان بود بیرون کرده نزد هارون آوردن و آنها را از دست ایشان گرفته آن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ریخته شده ساخت و ایشان گفتند ای اسرائیلی خدایان تو می باشد که تو را از زمین مصر بیرون آوردن. و چون هارون این را بدید مذبحی برای آن بنا کرد و هارون ندا در داد گفت فردا عید یهوه می باشد و بامدادان برخواست قربانی سوختنی گذرانید و هدایای به سلامتی آوردن و قوم برای خوردن و نوشیدن نشستن و به جهت لب برپا شدن و خداوند به موسی گفت روانه شو فلان الی آخر دیگه. بنابراین میبینیم که هارون چرا این کارو کرده. قرآن پیغمبر گفتم آدم حسابگری بوده، در واقع یهودی ها که به دو شاخه در سخنرانیم راجع به یهود گفتم که به اصطلاح آل یهودا که دو طایفه بنیامین و یهودا در چیز اورشلیم بودن، بقیه بعد از سلیمان رفتن حکومت تشکیل دادن که این یکی ها توطئه کردن به وسیله آسور اونا رو منقرض کردن بعدم اونا رو به اسارت گرفتن. اونا سامری بودن، به معادم اعتقاد نداشتن. چون به معادم اعتقاد نداشتن پیغمبر در واقع وسط دعوا نقطه میکنه، داره با محکوم کردن سامری به نام قوم سامری به عنوان بت پرست باج به یهویستا میده که بلکه اینها بیشتر به اسلام که با مخالفان اونها مخالفه نزدیکتر بشن. این تعبیر منه. دوم، در مورد اندیشیدن لازمه روی این مسائل و مقابله و تطبیق کردن لازمه. اول من قاصه شیطان آخوند ساخته، اولین کسی که مقایسه کرد شیطانه، زیرا اندیشیدن از مقایسه میاد. من اگه این دوتا رو نذارم جلو هم معلوم نمیشه برای چرا این کارو کرده، بعد اونو بیاندیشیم ببینیم برای چی اینو انجام داده. قربتن الله یه مرتبه اسم هارون تبدیل به سامری شده، چرا از همه این اسما فقط سامری انتخاب شده در قرآن؟ ببینی؟ دوم الوهیم الوه که پسوند هیم برا نفسوده شده، جمعه دیگه هیم بروخ هیم. بعد یهوه علاوه بر سابایوت در تورات که مرتب اومده به معنای جنگ جود 182 بار به تعداد قانون کدهای قانون حمورابی آمده، در ضمن حسود هم هست. در سفر خروج باب 20 باز آیات 3 و تا 5 اگر نگاه کنید اونجا خدا خودش رو میگه که باب 20مشه دیگه، بله میگه که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت من و ما، زیرا من که یهوه خدای تو می باشم خدای غیور یا حسودم. فرانسش به اصطلاح واژه حسود به کار می ره که انتقام گناهان پدران را از پسران تا پشت سیوم و چهارم از آنان که مرا دشمن دارن می گیرم. اینو یه بارم در قبلا اشاره شد، تا هزار پشت بر آنان که مرا دوست دارن و احکام مرا نگاه دارن رحمت می کنم. الاخ حرف مفت. بعد بنابر این، این هم چیز به اصطلاح عیناً در سفن تثنیه باب 10 آیه 17 هم باز اومده که دیگه فقط رفرانسشو دادم و نمیخونم.
بله به هر حال البته خیلی کوتاه، زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایان و رب الارباب، اینجاش جالبه، اینو به این خاطر نوشتم، زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایان و رب الارباب، یعنی رب ها، رب رب ها، خدای خدایان و خدای عظیم و جبار و مهیب است که طرفداری ندارد و رشوه نمیگیرد. اینجا باز قاضی، چون گفتم الوهیم جمعه، اینجا خدای خدایان اومده، یعنی خدای دیگه وجود دارن که این خداست دیگه. در توضیح الوهیم خواستم اینو بگم. در مورد پیغمبر گفتم از 40 سالگی، اگر پیغمبر عرب معتقد بود در 16 سالگی بلوغ جسمی و 40 سالگی بلوغ عقلیه، به پیغمبر در مورد علی ابن ابی طالب هم گفتم موقع مرگ پیغمبر 33 سالش بود. در قرآن مستقیم آیه هم می اومد مثل سول کافی، عرب زیر بار نمی رفت چون می گفت عقلش کامل نشده. بنابراین در قرآن به تعداد زیاد مردمان مختلف از زبان مردمان مختلف برای پیغمبرهای مختلف دیوانه خطاب شده. سوره شعرا که 26 آیه 27 فرعون میگه بی گفتگو پیغمبری که سوی شما فرستاده شده دیوانه است، به مردمش میگه. در سوره معروف به وان یکاد الذین کفروا میخونن، بله، هم از قول جمعی از قریش خطاب به پیغمبر در آیه ما قبل آخر سوره 68 یعنی قلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ببخشید قلم، آیه 51 لما سمع و ذکر و یقولون انه لمجنون، هنگامی که شنیدن قرآن میگویند، قرآن را میگویند او یعنی محمد دیوانه شده. در سوره 52 تور سایر صفات چندین صفات میشماره که به پیغمبر نسبت میدن، از جمله کاهن و دیوانه و شاعر و بافنده قرآن، یعنی به اصطلاح تنظیم کننده و از خود مثل شاعر، بله، که البته در این آیه سوره داستان خلقت از عدم مطرح شده در قرآن که حرف به اصطلاح بی‌معنایی است، به قول آخرین فیلسوف بزرگ دنیای اسلام ابن رشد، از عدم چیزی نمیتونه وجود به وجود بیاد و وجودم نمیتونه به عدم بره، اون عدم رو وجود میکنه، وجودم در عدم وجود داشته باشه عدم رو وجود میکنه. این حرفو کسی که میگه نمیدونه داستان چیه از نظر فلسفی. به درخواست دوست، اینها نکات توضیحی بود که در برای سخنرانی های قبلی دادم که در واقع بگم که دوستان بدونن این نقطه ای رو که گفتم در سوره تور، اون به نظر من نقطه بسیار مهمیه که ضمن این که میگه نه کاهنی و نه دیوانه در آیه 29 اشاره میکنه و اونجا به هر حال از عدم آفریده شدن رو، آیا آنها از هیچ آفریده شده اند یا خودشان آفریدگارند؟ این در واقع ناصر خسرو هم در زاد المسافرین به این مسئله قرآن در رد زکریای رازی که به بقای ماده هم در کنار خدا به زمان و مکان اعتقاد داره، به این به جای اینکه منطقا و با استدلال رد کنه به این آیه متوسل میشه. خواستم این توضیح اونجا داده باشم.
خلاصه سخنرانی قبل رو دوست عزیزم آقای تیمسار به آریانپور از من خواستن، خیلی خلاصه نقل میکنم. بله، اونجا اشاره شد که به خواست تیمسار هوشنگ آریانپور من این سخنرانی ها رو گفتن که بتونم منتشرشم بکنم، که بلکه به راحتی به این دوستان فرستاده بشه، که فعلا میسر نیست. و دوم، دوست دیگر هم خواسته بودن که برای نزدیکی بیشتر ایرانی ها به هم از جمله اشعار ترکی آذربایجانی رو که به شدت ضد خرافات و روشنگر در مورد دموکراسی آزادی و غیره هست بخوانم، از جمله از طاهرزاده یا موجز شبستری و دیگران، و که اشعاری رو خوندم و یک بیتم یادم افتاد که یک شعر بلندی، البته میگه که اگر شما بخواهید آزادی برای مملکت بخواهید، اول شاه مستبد میخواد شما رو بکشه، زورش نرسید میده دست آخوند اون تکفیرتون بکنه، اگر هم اونم زورش نرسه دست اوباش به شما رو میده. آخرش هم میگه که آرزوی من اینه که طاهرزاده میگه در 1906، از فرهنگ نامه ها لغت کفر برخیزه. هنوزم جمله فرداست، حتی امروز نیست. این شعر موجز رو من در ترجمه‌ای که کردم خیلی دقیق نکردم، با اینکه مضمون رو میرسون. میگه هر مملکت جماعتی سوما سبیر بیرین گارداشچیمی یتیشمز و ملت سعادت. اگر مانند برادر برادران اهالی یک مملکت همدیگر رو دوست نداشته باشن، اون ملت به سعادت نمیرسه. اینجا قطع شد. اونجا هم من در واقع اینجا گفتم که این اشاره به این کینه های دینی و زبانی است که در ایران توسط دولت ها، بخصوص از دوران دولت پهلوی به این سو، دامن زده شده. و قبلا هم کینه های دینی، نمیدونم شیخی کشی و بابی کشی و بهایی کشی و کسروی کشی و الاخ، هنوز هم ادامه داره. به هر حال هر دو متاسفانه این کینه ها دارن بترسیم که مقدس بشن و اون وقتش که دیگه به سعادت نمیرسیم. خیلی شعر جالبی. دو خبر هم که یکی رئیس مجلس ترکیه بود که گفته بود، فرموده بود که ترکیه چون اسلامیه باید قانون اساسیش مطابق اسلام باشه. یه اشاره هم به خانم شیرین عبادی که ایشون هم در همون گرفتن جایزه نوبل اون توهم استوانه کوروش رو که احتمال 90% نخوندن، بله داشتن، خودشون رو دختر کوروش خطاب کردن، خیلی هم خوب. کوروش هم یکی از کبیرهای تاریخه، کسی دوستش داشته باشه نداشته باشه، مثل اسکندر، مثل پتر، مثل واقعا فردریک کبیر که از نظر فرهنگی کبیر بود. به هر حال این انسان ها، البته کبیرهای دیگه هم از جمله اون چین که چین رو متحد کرد و این الان بلای جان بشریت شده، ایشون هم حتی فیلمی هم که براش ساخته بودن گفتن از ژول سزار و اینا مؤثرتر بود در تاریخ بشر. خیلی بزرگان زیادن، از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی و لشکرکشی بزرگترین امپراتوری مال مغول در زمان گوبلای گاان چنگیز گرفت و اون صافش کرد تا اونجا، و دومی هم ولید ابن عبدالملک در دنیای اسلامه، و گفتم سوم اسکندر که مقدونیه را علاوه بر هخامنشی گرفت و به بخشی از هند، و بعد عصر داریوشه که داریوش اول هخامنشی که یکی از بزرگ امپراتورانه، بعدم روم و اینا. به هر حال این بگذرم. و در اون صحبت من گفتم که ایشون که جایزه صلح نوبل رو بردن، بهتره که در واقع منادی صلح و بخشودگی متقابل هم باشیم و عامل مرور زمان رو
در مورد مسائل دخالت بدیم، بدونیم تا کجا. اگر مثلا 50 سال بگیریم، 100 سال، آخه الان 101 سال، به هر حال 50 سال هم زیاد. آلمان جنگ جهانی، فرانسوی ها میگن که فراموش نمی کنیم اما میبخش. واژه فرانسوی در دهن فرانسوی الان اینه، آلمان ها را. همیشه هم آلمان متجاوز بود. البته ارمنی ها و گرجی ها از مسیحیت که یک دین اعتقادی است و جهانی مثل اسلام، مثل فرض کنید که معنویت و بودایی، یک دین قومی ساختن. چرا؟ یک مذهب خاصی از مسیحیه که جز ارامنه کسی بهش معتقد نیستن، این یهودی ها شد. هم دین هم زبان. گرجی هم تا حدودی اینجوری هست، هرچند از ارامنه یه کاتولیک و پروتستان و غیره شدن، اونا دیگه از دین خارج شدن. یعنی از چیز دوستانی هم من دارم که یک دوست بسیار صمیمی بود و الانم هست، اگر وقت ببینمشون من گفتم آذربایجان ارمنی رو به کلن به مسیحی خطاب، گفت من مسیحی نیستم، من دین ندارم، به خدا اعتقاد ندارم، من ارمنی هم از نظر فرهنگی. همون اینشون بودن که با اینوی خیر شدم، من با وارتان دمیرچیان خلیفه ارامنه آشنا شدم و انجیل رو از ایشون یاد گرفتم. اصلا یعنی اونجایی که من بارها گفتم دوست داشتن خود، زبان خود، شهر خود، استان خود، کشور خود طبیعی ترین امره. هر جا دیدید که ذره از نفرت وارد موضوع شد، بدونید بیمار شدید. شدیم، خودم هم میگم. یعنی دوست داشتن خود نفرت از دین دیگر، دوست داشتن زبان خود نفرت از زبان دیگر، هر زبانی، هر دینی، دوست داشتن جنس خود نفرت از جنسیت دیگر، زن یا مرد، رنگ پوست همینطور الاخر. اونجایی که چیز ویروس نفرت وارد میشه، بدونید بیمار شدی. در سخنرانی قبلی خلاصه گفتم که خدا شناسی در اسلام به اصطلاح از رب به رحمان، که رحمان یه سوره مستقلی هم در قرآنه، بله سوره 55، و عجیب هم هست، میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بایستی به نظر من آخوندان هر جور بگن منطقش درست نیست، علم القرآن بعد از علمه البیان بایستی میومد. چرا؟ خدا نمیتونه قرآن رو تعلیم بده انسان خلق نشده و بیان یعنی زبان بهش یاد داده نشد. به هر حال تفسیر میکنه راحت. بنابراین رحمان هم گفتم دلایلشو که رحمان صاحب پیدا کرد، پیغمبر برای تقرب به اهالی مکه که یه عده زیادشون هم یک دهشون هم مسلمان شده بودن، الله رو ترجیح داد. بخصوص از اگر اشتباه نکنم 2700 تا در قرآن اومده، 700 تاش در آیات الله مکی است و 2000 تاش در مدنی. بله. و رب و رحمان هم از اون 99 تا صفت قرآن خدا تبدیل به یکی از صفات الله شدن. که گفتم من بحث اینه که صفات و اسماء خدا یکیه. بحث کوتاهی هم در مورد گفتگوی تمدن‌ها، حرف مفتی که آقای در واقع محمد خاتمی فریبای اول میزد، گفتم سرمایه‌دار صنعتی یه انفورماتیزه شده که یک نظام اقتصادی سیاسی است با ایدئولوژی آزادی و برابری و جدایی نهاد دین از حکومت، با هیچ دینی که تعبد به گفته های ایمان دینی رو میخواد گفتگو نمیتونه داشته باشه. و
و اشاره به سیاست های حمایت از به اصطلاح این جهل سیاسی شده دینی که تبدیل به عامل خطرناک برای بشریت و منطقه و اهالی به خصوص شده اشاره شد. بعد در ضمن به جایگاه ادیان در سیر تکاملی اندیشه بشری اشاره شد که یک اول جامعه اولیه بوده، چند خدای پراکنده، دوم همراه با عرفان بوده، سوم ادیان ظهور کردند که شهرها خدایان پراکنده، بعد دولت شهرها به هم متحد شدن خدای خدایان که در واقع تصویر زمینی آسمانی نهاد دولت در زمینه، خدا شاه شاهان اونم خدای خدایان، پوزور این شوشیناک خدای خدایان ایلام، اورمزده خدای خدایان هخامنشی، ارتو نمیدونم آناهیتو میترا اومده و ویسبقه یعنی خدایان ایلی هم داریوش اشاره کرده اسم نبود وجود داشت. بعد رسیدیم به خدا پیغمبرانی که ادیانی که پیغمبر داشتن، کتاب مقدس داشتن یا کتابهای مقدس داشتن، بعضی ها کتاب مقدس در هند هست دارن ولی پیغمبر ندارن، ریشی ها بعضی هاشون اسمشون معلوم ولی به اون صورته که در ادیان یهودی و مسیحیت و به اصطلاح اسلام به نظر میرسه و معنویت که اون ایرانیه، البته به اصطلاح به قول اونایی که آریایی و سامی میکنن اون جدول هم به هم ریخته است به کلی، همینطور چیز مال زرتشت، در هر حال دو تا چهارتایی وجود نداره به اون صورت متاسفانه. عقل رو به کار ببرید، قیاس کنید، مقایسه کنید. بله. بنابراین همیشه روشنگری، از دروغ دفاع نکنیم، اگرم آگاهانه دفاع کنیم تبدیل به تبهکار میشیم. اشکال حقیقت اینه، برخلاف زیبایی و قدرت و نیکی و عدالت. اونجا یه بحث روانشناسی پیش آوردم که این سه تا پیغمبر یتیم بودن و تأثیر یتیم بودن پیغمبر اسلام را که نام پدرش عبدالله در انتساب به اون الله قریش، اون رو تبدیل به الله اسلام میکنه، در واقع پدر رو در الله تجسم پیدا میکنه و البته الله هم الله اسلام برخلاف الله قریش مثل هبل و یهوه غیر قابل تجسم و تجسده که اونجا هم از تورات متنش رو خوندم. به هر حال در این جلسه که در واقع جلسه سوم خداشناسی اسلامه، یکی از بینندگان تلویزیون میهن از آقای بهبهانی پرسیده بودن که پدر و مادر محمد، پدر مادر محمد و پدرش من اضافه کردم و خود او چه دینی قبل از اینکه اسلام به اسلام دعوت کنه در 40 سالگی داشته. بس چون مربوط به خداشناسی در اسلامی به این بحث میپردازم که بسیار بحث درستیه، دقیقیه و ممنون از سوال ایشون و آقای بهبهانی. همینطور بت پرستی رایج در عربستان رایج بود، با توجه به اسم اسمهای القاب به اصطلاح و یا خود اسمهای عموها و حتی یکی از فرزندان خود پیغمبر، معلوم میشه که عبدالمطلب نام بعضی از این بت‌های قریش رو برای فرزندانش گذاشته، از جمله عبدالعزا که همون ابولهب شده. وقتی فرزند اول متولد میشه، علی تبدیل به ابوالحسن میشه، عبدالعزا هم تبدیل به ابولهب شده. همینطور عبدالله پسر پیغمبر، الله بوتی بوده که سه تا بوت لات و عزا و منات که زن بودن، دختران الله مرد بودن. و آقای دکتر باقر مومنی دوست گرامی در کتاب الله محمد ابلیس صفحه 26 رفرانس ندادم، من نمیتونم چیز کنم، به اونجا رفرانس میدم. پیامبر اسلام اسم یکی از پسرانش از خدیجه را عبدالمنات،
به خطا نوشته شده مناف گذاشته بود. بله اگر چون منصوب کرده خواستم منصوب کنم باید منات باشه. من ندیدم رفرانسش به همون کتابه و مسئولش هم ایشون. در ضمن در داستان زید بن حارثه به خطا حارث میگن که در واقع 15 ساله غلام خدیجه بود از قبیله بنی کلب یعنی سگ. اصلا بد نیست اینو به مسخره نگیرید، سگستان همون گرگان، شیران، شیراز، نمیدونم شیروان، این اسم اسپهان، اسب توتم ها برمیگرده. عرب هم بنتل کلب، بختل خنزیر، خوک و سگ. بعضی هم میگن حرام شدن خوک در اسلام به خاطر اینکه به اصطلاح گوشت اون حیوان توتم مثل گوشت خود اون قبیله است، نمیخورن. بله از قبیله بنی کلب هم پیغمبر او را در مقابل هبل آزاد کرده و به پسرخواندگی پذیرفته است که نشان میدهد پیغمبر اسلام همانند جدش عبدالمطلب، پیغمبر اسلام در سن 25 سالگی که ازدواج میکنه با خدیجه به بت گرش که از جمله بت نامرئی هبل که محلش در ته کعبه بوده اعتقاد داشته. من همیشه سبکم این بود که به قول معروف در هم مقایسه نظر موافق، مخالف و بی‌طرف اگر وجود داشته باشه اینا رو آدم تقاطع بده. یک کتابی هست که شمیم رشدیه نادر کوشا به همکار با همکاری شرح حال و زندگانی محمد از زاویه مخالف نوشت، مخالف اسلام بخصوص شیعه، نقل میکنه در این رابطه. در آن زمان اقدامات خدیجه و محمد در مورد زید، در آن زمان همین که یک زن غلامدار مانند خدیجه که معمولا از بیوه های طلاق گرفته یا شوهر مرده بودن با مردی آزاد ازدواج می کرده به منظور دادن اطمینان به شوهر خود که از آن به بعد با آن غلام ارتباطی نخواهد داشت، البته غلام را اگه به نام خودش نگه داره حق داره، در اسلام هم حق داره، آخوندا پنهان میکنن، همچنان که مرد حق داره با کنیزش بخوابه، زن حق داره با غلامش در کنار شوهرش باشه. به نحوی از آنها آنان را از خود دور می نمودن و بعضی از مردان تازه داماد نیز که هنوز آتش اولیه عشق آنان را به سردی نگراییده بود در مورد کنیز یا کنیزان دوران تجرد خود به همین ترتیب اقدام می نمودن. در مورد محمد دیدیم که وی پس از ازدواج با خدیجه کنیز دوران تجرد خود یعنی برکه را از قید بردگی خود آزاد نمود، یعنی کنیزی خود، و این زن پس از آزادی دو مرتبه شوهر کرده و از هر یک از شوهران صاحب فرزند پسر شده است. در مورد خدیجه نیز متقابلا، چون وجود زید به 15 ساله در خانه و خلوت او قاعدتا موجبات ناراحتی شوهر جوان خود یعنی پیغمبر اسلام محمد رو اون موقع فراهم می ساخته، از این جهت برای اینکه در مورد حضور او در خانه و خلوت خود در محمد ایجاد اطمینان خاطر نماید، لذا او را به شوهر خود بخشیده است. یعنی دیگه غلام خدیجه نبود. در اینجا این سوال پیش می آید که چون محمد و خدیجه در یک خانه و به صورت زن و شوهر صمیمی و مهربان زندگی می کردن و زید هم به عنوان غلام و غلام زرخرید تمام کارهای خانه را که مشترکاً با آن زن و شوهر مربوط بوده انجام می داده، دیگر آزاد شدن زید از قید بردگی خدیجه و تعلق وی به محمد چه علت و سببی بوده است؟ بسیار علمی بررسی میکنه. خوانندگان عزیز باید برای دریافت این پاسخ به سؤال مزبور به آثاری که طبق معتقدات اجتماعی و مذهبی آن دوران بر این انتقال مترتب بوده توجه نمایند. یعنی اختیار جان و مال زید، بله، قبل از آن که بخشیده شود به خدیجه تعلق داشت و زید نسبت به خدیجه محرم بود و برای کارهای بخشی
به این شخص مشروع کارهای شخصی بخشی به این شخص مشروع به حساب می آمده است. اما از لحاظ از لحظه بخشیده شدن به محمد دیگر محمد صاحب اختیار جان و مال زید بوده و هر گونه اختیار شرعی و قانونی خدیجه نسبت به او از جمله کامگیری سلب می شده است از خدیجه. اما به طوری که اشاره شد این انتقال مالکیت زید از خدیجه به محمد کاملا سوری بوده و عملا در انجام وظایف او در خانه متعلق به خدیجه کوچکترین تغییری نمیداده است. به احتمال قوی تنها نتیجه حاصله از آن عمل این بوده است که دیگر رفتن زید به اندرون و خلوت خدیجه از نظر مردم نامشروع و ناروا تلقی میگردیده و موجب بدگویی های فراوان میشده. در این شرایط محمد به فکر بکری اندیشید و راه حل بسیار عاقلانه و مدبرانه ای ابدا نمود، یعنی زید را طبق رسم معمول در آن زمان به خانه کعبه برده و در جلو بت هبل در حضور مردم او را از قید بردگی خود آزاد ساخته و به عنوان پسرخوانده خود معرفی کرد. با این نیرنگ زید از آن لحظه به بعد نسبت به خدیجه که زن پدرش محسوب می شد، یعنی زن محمد دیگه، محمد پدرخوانده بود، محرم گردید و به بهانه همین محرمیت می توانسته به درون بدون ترس از یاوه‌سرایی های مردم در خلوت و خوابگاه خدیجه وارد گردد و خیالش هم از بدگویی های مردم کاملا راحت باشد، زیرا چون بغل خوابی با زن بابا بر فرزند خوانده حرام تلقی می شده است. لذا مردم هیچ گونه فکر بدی در مورد ارتباط نامشروع آن دو در سر راه نمی دادند. خدیجه در هنگام ازدواج با محمد متجاوز است، 40 سال از سنش می گذشت و تا رسیدن به سن یائسگی بیش از 10 سال وقت نداشته است و به طوری که می دانیم فاطمه 6 فرزند خدیجه در دوران زندگی با محمد نیز 5 سال قبل از ادعای بعثت، یعنی در زمانی که خدیجه بیش از 50 سال داشته و آخرین ماهای آمادگی برای آبستنی را می‌گذرانده، تولد یافته بود. 6 فرزند آن هم در طول 10 سالی که آخرین سالهای جوانی به شمار می‌روند. پس به این ترتیب 6 فرزند داشته خدیجه از پیغمبر. پس به این ترتیب اولیش هم قاسمه که پیغمبر اسمش ابوالقاسم شد. پس به این ترتیب همه‌شون هم مردن جز فاطمه و دخترها. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که وی در ارضای غرایز جنسی خود هیچ گونه توفیقی نداشته است. ضمن در مورد تولد فاطمه باید توضیح داده شود که بر مبنای نوشته های مورخان سنی مذهب واقعیات موجود، این تولد 5 سال قبل از بعثت واقع شده بود و چون عایشه در دوران اسلام تولد یافته است، لذا پیشوایان شیعه مذهب که کمتر منطق در اظهار نظرهایشان راه داشته است تحریف میکنند. برای اینکه فاطمه از این حیث از عایشه عقب نباشد، تولد او را به دروغ برخلاف واقع در سال 5 بعثت، یعنی در حدود و یا بعد از 60 سالگی خدیجه به حساب آوردن با علامت دقت. بنابراین این رو خواستم بخونم که عزیزان بدونن که یک مخالف، البته مخالف منطقی، چی می نویسه. زید پسر حارسه، مسلمین اینجوری در ویکی‌پدیا و غیره می نویسن بخصوص فارسیش، زید پسر حارسه، نه حارس، غلام حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر پیغمبر اکرم بود. 35 سال قبل از هجرت در مکه از خاندان بنی کلب به دنیا آمد. در 10 سالگی پیغمبر اکرم، این به جای اون چیزا پیش نیاد، 15 ساله رو آورده 10 ساله کرد. در 10 سالگی پیغمبر اکرم او را به فرزندی گرفت و او نیز حاضر نشد نزد پدرش حارسه برگردد. این هم دروغ اینا، خریده بودن از خانواده، فقیر بودن. زید به یکی از اولین مردانی بود که یکی از به دین اسلام گروید در کنار علی ابن ابی طالب و خود خدیجه قبل از همه. در سال 622 میلادی زید که به امراه حضرت علی
علیه السلام و ابوبکر یثرب هجرت کرد. حضرت علی خیلی بعد هجرت کرد با ابوبکر. حالا زید با زینب دختر جهش با های حطی، بله، ازدواج کرد. پس از مدتی زید زینب را طلاق داد، بله، و پیغمبر اکرم با زینب ازدواج کرد. زید تنها صحابی پیغمبر اکرم است که نامش در قرآن کریم ذکر گشته است. سوره احزاب آیه 37. نه ابوبکر، نه عمر، نه علی، هیچ کدوم نیامده. و چون زید حاجت خود را از آن زن بگذرانید، او را، یعنی با هم بستر شد، یعنی با زینب، او را طلاق داد، او را بر تو به ازدواج در آوردیم تا بر مؤمنان در ازدواج بر همسران پسرخواندگانشان گناهی نباشد. یعنی دیگه از اون به بعد قبلا دختر زن پسرخوانده رو نمیشد گرفت، پیغمبر این سنت رو شکست و برای همه آزاد شد. زید در سال 629 میلادی در جنگ موته که خالد بن ولید رهبری کرد آخری مثلا به پیروزی رسون کشته شد. اسامه فرزند جوان مثلا او رو پیغمبر قبل از مرگش به فرماندهی برگزید که بره با رومیان به جنگ. ابوبکر و عمر هم قاطی کرده بود، اونا نرفتن. تا پیغمبر مرد ابوبکر اون رو رهسپار کرد و فتوحاتی کرد. باز در مورد بت‌پرستی، پیغمبر در جوانی از یک مورخ به نظر آخوندهای شیعه، به نظر آخوندهای شیعه مذهب و موافق با اسلام هم در مقابل اون به اصطلاح آقای شمیم که مخالف ولی معقول گفته بود، نقل قول میکنم تا جواب سوال دوست تلویزیون میهن، دوست گرامی، داده بشه. هشام کلبی، اینم از قبیله کلبه، در 204 هجری در کتاب الاسنام، یعنی بت‌ها، اسم دیگر این کتاب تنکیس الاسنام، یعنی واژگون شدن بت‌ها، هر دو می این کتاب در تاریخ مختصر، یعنی چیزش به اصطلاح نحوه پرستش اعراب و نام بت‌های آنها را در دوران پیش از اسلام به اصطلاح نادرست مسلمین جاهلیت بیان میکنه. مؤلف این کتاب، این کتاب اطلاعات بسیار ارزشمندی از اعتقادات و آداب بت‌پرستی اعراب در دوره پیش از اسلام به دست میدهد. با استفاده از منابع و مآخذ شفاهی و کتبی تألیف کرده، تقریبا زمان معموم میشه. محتوای کتاب را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد. اول بت‌پرستی به طور کلی از آدم و نوح تا نوح و غیره، که نوح هم آدم ثانیه دیگه، بشر از اون اومد به اون خاطر، که ناظر به خیالات اساطیری تورات و تأیید قرآنی شده اونها. دوم نحوه بت‌پرستی و بسیار با ارزش این قسمتش، اعراب، پرستش اعراب پیش از اسلام که خیلی جالب. هشام کلبی در مورد بت عزا که یکی از پنج بت مورد احترام قریش بوده، هبل، الله و سه دخترش لات و عزا و منات، می نویسد به زیارتش می رفتن و برای او هدیه می بردن، یعنی قربانی، و پیش او قربانی می کردن و هدیه می بردن و قربانی می کردن. چنین به ما رسیده است که پیامبر خدا روزی عزا را یاد کرد و فرمود: آن هنگام که به دین خیشانم بودم، یه مسلمان شیعه من می نویسه، گوسفندی سرخ و سفید برایش هدیه کردم، یعنی قربانی کردم در اینجا، که به فارسی این کتاب به نام تاریخ پرستش تازیان پیش از پدید آمدن اسلام توسط محمد رضا نائینی ترجمه شد. بله، در ضمن البته یک دین حنیف هم در اسلام به وجود، در مکه وجود داشتند، نه مسیحی بودند، نه یهودی بودند و نه بت‌پرست بودند. پیغمبر اسلام به وسیله پسر عموی عمر به این حنفا نزدیک میشه و جالبه این بخشش. نقل شده است که
پیغمبر یک بار برای یکی از حنیفان به اصطلاح خدا پرست که تک خدا رو میپرستیدن، خدای ابراهیم رو به قول خودش، و مورد علاقه خود از گوشت حیوانی که برای بتان قربانی کرده بود هدیه برد، و آن حنیف در این حال که خود از پذیرفتن هدیه خودداری کرد، او را نیز از خوردن آن سرزنش نمود، یعنی پیغمبر. و ما اهل لغیر الله دقیقا معنیش اینه، حرمت حرام شده گوشت بر شما، از جمله بر چیز گوشتهایی که به نام خدا ذبح نشدن. بنابراین پیغمبر میبینیم که در زمان به اصطلاح زید پسر عموی عمر در واقع بانی خیر میشه و ایشون به دین حنیف میکشه، که در آیه در سوره بقره دوم گاو آیه 135 دین حنیف ابراهیم را در مقابل یهود و نصارا قرار میده و میگه یهود و نصارا میگویند، در قرآن به پیغمبر خطاب میکنه، یهودی و نصرانی شوید یعنی مسیحی تا هدایت یابید، بگو نه، بل ما بر آیین یکتا پرستی ابراهیم، بر آیین ابراهیم یعنی یکتا پرستی را اضافه کرد مترجم، ملت ابراهیم حنیفا می رویم که معتدل بود و از مشرکان نبود، حنیف را راست و مستقیم و پایدار در دین و معتدل و پاک دین ترجمه کرد. در آیه 68 سوره آل عمران که سوره سومه، همان مضمون را تکرار و ابراهیم را علاوه بر حنیف به اصطلاح بر دین حنیف مینامه. ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانی یا ولکن کان حنیفم مسلما، و اسلامم وسط دعوا نرخ تر میکنه، ابراهیم را مسلمان تلقی میکنه، که ابراهیم نبود نه یهودی نه نصرانی، چون قبل از اونا بود طبعا اینا نمیتونست باشه مسیحی، بلکه در دین حنیف بود و مسلمان بود. تمام دینها را هم یه جا اسلام خطاب کرده بود، ان دین عند الله الاسلام. در آیه 125 شورا نساء، سوره نساء ببخشید میگم شورا، سوره نساء که چهارمیه و سوره انعام که ششمیه، آیه 161 ملت ابراهیم حنیفا تکرار شده. در سوره 10 یعنی یونس آیه 105 خود را هم در دین حنیف پیغمبر اسلام معرفی میکنه و پیوسته اخلاصمند این دین حنیف باش و از مشرکان مباش، همچنان که در آیه 120 سوره نحل که 16 سوره قرآنه میگه بیگمان ابراهیم پیشوا فرمانبردار الله بود و پاک دین یعنی حنیف بود و هرگز از مشرکان نبود. احتمالا داره به مسیحیان که عیسی را شریک خدا میگه مشرک مینویسه، مشرک به اینا به جای کافر خطاب میشه. و سه آیه بعد باز محمد مورد خطاب قرار می گیرد که آنگاه بر تو وحی کردیم که از آیین به اصطلاح ابراهیم پیروی کنی، یعنی آیین یکتا پرستی ملت ابراهیم پیروی کنی، و او از مشرکان نبود. در سوره 30 روم آیه 30 نیز در معنای یکتا پرستی و معنی لغوی حنیف به کار رفته است. همه اینا رو کاویدن به قول معروف، فاگم وشکل دین حنیفا، پس روی خیش را به سوی دین یکتاپرستی بداد، یعنی دین حنیف بداد. در همان سوره نحل مکی آیه 103 میخوانیم دانیم که آنها گویند که قرآن را بشری بدو تعلیم میدهد، زبان کسی که بدو اشاره میکنند عجمی است و این زبان عربی روشن است یعنی قرآن. بعضی این عجمی را من اضافه میکنم در تخیلات خود به سلمان فارسی منصوب کردند
که به دو دلیل بیوجه هست. اول سلمان در مدینه با پیغمبر آشنا شده و به گفته ای گویا برده یک یهودی بوده، پیغمبر خریده آزادش کرد، در حالی که این در سوره مکی است. دوم در مدینه محمد قدرت حاکم مطلق بود و مدعیانی جز یهود و نصارا در مناظره و مجادله و به قولی مباهله، یعنی نفرین طرف دروغگو، با مسیحیان نجران نداشت. این در مکه بود که با قریش جدل عقیدتی میکرد و قریش بودن که این سخنان رو میگفت. بنابراین این عجم هم عامه، سلمان به هر حال اصلا در شخصیت شک که وجود داشته یا نه، به هر حال بگذاریم از نظر تاریخی، از نظر اسلامی هست از سلمانوم نا اهل البیت. بله، و برای هموطنان گرامی هم خب جنگ خندق اون مسلمون هاش خیلی کمک کرده و یاری رسونده و اسلام رو در ایران باعث پیشرفتش شده و غیره، که برای اونا محترمه، در حالی که برای اون ناسیونالیست های افراطی یکی از خائنین به ایران بوده. بس در مورد خدای اسلام دارم تمام بکنم. صرف نظر از مرجع اصلی آن قرآن و بعضی احادیث نبوی و روایاتی از نهج البلاغه و امام صادق، چون اسلام نیز مانند مسیحیت و معنویت توفیق تدوین فقه و کلام، کلام یعنی دین رو به صورت استدلالی و عقلی بیان کردن که نسبتا آزاداندیشش معتزله و قشریش اشعری و غزالیه، پیدا کرد و در کنار این دو یعنی فقه و کلام تا قرن ششم هجری و پیش از ظهور محمد غزالی فلاسفه مسلمانی چون کندی و فارابی و بوعلی و ابن رشد و غیره ظهور کردن و ابوالعلا و خیام و غیره، و که اعتقاد نداشتن، و خدای این فلاسفه نیست با اذان متکلمین و طبعا فقها از نظر کیفی متفاوت بود. متصوفه نیز تفسیر وحدت وجودی خاصی از خدای یگانه و توحید اسلام به دست دادن که با توحید اسلامی متفاوت بود اما متضاد نبود. بنابراین با وجود خدای یگانه و احد اسلام، طریقها برای شناخت خدا به قول درست امام ششم شیعیان جعفر صادق به عده خلایق و مقلدانش رو البته بایستی کنار گذاشت. طبعا اونایی که غلو میکردن در علی اللهی ها و غیره، غالی ها میگن غلو کنندگان، خدای خاص گاهن تجسدی و حلولی خود را در ذات یا صفات داشتن و داره. متفکرانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی 12 امامی، به اول 6 امامی تظاهر کرد، بعد 12 امامی عذاب در اومد بعد از اومدن هلاکو خان، در خلاصت الکلام که کتاب بسیار فشرده و عمیقه در فلسفه وارده، و پیش از اون ناصر خسرو قبادیانی در که از اسماعیلیه بوده در زاد المسافر در رد دهری ها و تباییون و رازی به خصوص صحبت کرده. همه اینها به مقوله اثبات فلسفی و استدلالی خدا همچون واجب الوجود و خالق که تمام ممکن الوجودها یعنی مخلوقات عالم و آدم را آفریده پرداختند. هر گروه از جریانهای فکری اسلام، خواه متصوفه، متکلمی، معتزله، اشعری ها و غزالی، فقها، فلاسفه مسلمان و دانشمندانی چون بیرونی، بله، از قرآن و احادیث پیغمبر و شیعیان از روایات منسوب به امامهایشان به خصوص نهج البلاغه علی و امام باقر و صادق، امام صادق، برای اثبات نظریاتشون سود جسته و میجوین. در سوره 37 و صافات آیه 159 و آیه 180 سبحان الله اما یصفون، خدای یکتا از آنچه وصف میکنید منزه است. خداوند بالا و پستی توی، ندانم چه ای، همون مالا یصفونه، هر چه هستی توی. خب وقتی نمیدونیم چطوری هر چه هستی میگیم، خب بگذاریم.
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از آنچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم سعدی. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده. هر کس خود را بشناسد پس خدای خود را شناخته است. من عرف نفسه و فقط عرف رب، که این به خصوص در عرفان مورد توجه. یک جا شیعه ها و علی ابن ابی طالب و سنی ها هم همینطور، کل ما میستموهم به اوهامکم مخلوقم مثلکم و مردودون الیکم. هر چی که با فکر و خیال های ذهن خود ساخته اید اون مخلوق شماست، خدای شما نیست، خدا خالقه دیگه، اون مخلوق شماست و به شما برمیگرده. عین شبیه این رو با یک کمی اضافی به امام باقر و یک کمی اضافی به امام صادق هم منسوب کردن که آنچه را در ذهن خود با امام باقر میگه با دقیق ترین معانی تصور و توهم، دقیق ترین معانی تصور و توهم میکنید، خدا از آن منزه است، آن پندار شما مخلوقی است مثل شما. و امام صادق هم طولانی تر، هر آنچه با اوهام و خیالات خود در دقیق‌ترین معانی آنها تشخیص داده اید مخلوق و مصنوع شما و همانند خودتان میباشد که به خودتان باز میگردد. شاید مورچه، امام صادق اضافه میکنه، خود خیال کند که خدا را دو شاخک هست، چون کمال مورچه در آن است و هر و چنین میپندارد که فقدان آنها نقصانی است بر کسی که آن دو را ندارد. وضعیت عقلا و دانشمندان نیز در توصیف خداوند چنین است. درست؟ مولانا هم کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، آن چه گویی از دم هستی بران، پرده دیگر برو بستی بدان. آفت ادراک این حال است و گال، خون به خون شستن محال آمد محال. خدا یگانه اسلام با توحیدش که در 23 سال زندگی محمد سیر تحولی از رب به رحمان، از رحمان به الله در مکه و گاه در سازش با قریش، با لات و عزا و منات، آیه های شیطانی اشاره شده در کتاب الاسنام ابن هشام آمده است. و قرآن در سوره نجم آیه 21 تا 23 اشاره به آن دارد که بعدها نسخ به نسخ شده در قرآن. و من شرح مطالب را نه از استاد صادق جلال الاعظم سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات ترجمه زنده یاد تو را بخشناس و یا خود کتاب آیه های شیطانی یا همون اسنام ابن هشام، عمدن از کتاب خانواده مزدور مهاجرانی، یعنی کتاب نقد توطئه آیات شیطانی سید عطاالله مهاجرانی، انتشار اطلاعات 1368 صفحه 53 تا 54 نقل میکنم که فقط این میگه که چون کوتاهشو. آیات شیطانی اشاره به افسانه و یا واقعه واهی یا ساختگی قرانیق دارد. قرانیق جمع قرنوگ یا قرنیگ است. قرنوگ یعنی معنی مرغ آبی است، لک لک ترجمه شده بعضن. بله. اما داستان گویان که در نخستین سالهای بعثت که آزار و اذیت مشرکان نسبت به مسلمانان سخت و طاقت فرسا شده بود و به همین جهت عده‌ای مسلمان از جمله دختر پیغمبر اسلام رقیه به اتفاق همسرش عثمان، به عثمان بن عفان به حبشه مهاجرت کردند. پیامبر نگران و پردغدغه بود، انتظار داشت که خداوند آیاتی بر او بفرستد که موجب نوعی نزدیکی به قریش شود و به اصطلاح کوههای یخ میان مسلمانان و مشرکین آب شود و با حداقل آیاتی نازل شود که بر کدورت و دشمنی به اصطلاح نیفزاید و به سخت‌تر شدن شرایط زندگی مسلمانان نینجامد، یا چیز اونجور آیات نیاد که به اینجا بیانجامه. روزی پیامبر وعده ای از مسلمان و عده از مسلمانان در یکی از انجمن خانه های قریش دور کعبه نشسته بودن. پیامبر در انجمن، در انجمن سوره نظم، سوره 53 قرآن مجید تلاوت کرد، این آیه را تلاوت کرد.
افریتون بله ترجمهشو میخونم. آیا دیدید لات و عزا را و منات را که سومین آن دو بود؟ پیامبر بلا فاصله بعد از تلاوت این آیه فوق این را تلاوت کرد. اینها مرغان آبی یعنی لکلک های بلند پروازن که شفاعت آنان امید میرود، که همه چیز میشن. تلاوت سوره ادامه پیدا میکنه، در پایان پیغمبر آیه سجده را میخونند، مسلمانان و مشرکین سجده میکنند چون الله هم مال اونا هم بوده دیگه. اما شب هنگام جبرئیل به پیغمبر نازل شده و پیغمبر گفت این دو جمله تلک القرآن گل اعلا و این شفاعت هن لترجا وحی نیست که آیه های شیطانیه. از اینجا در واقع خواستم اینو چیز کنم که البته نقد دیگری وجود داره که دیگه میگذرم. نتیجه گیری من اینه که نظام تک خدایی و توحیدی اسلام همانند سایر ادیان یعنی جدا از اونا نیست، شاخه شاخه شده، هر کسی تفسیری کرده، از قرآن هم اون چیزی که دلشون خواسته برداشتن به قول مولانا. در ضمن اشاره کردم ولی خود این خدا تنها نیست، یه تشکیلاتی داره برای خداشناسی اسلام، اینم باید اضافه کرد که عبارت از ملائکه هست و یه تقسیم کاری انجام گرفته که جبرائیل حامل وحی، اسرافیل برای زدن سور قیامت و عزرائیل برای کشتن این چهار تا ملک و میکائیل که در تورات ملک اول در اسلام نمیشه. به هر حال جبرائیل از همه شون در اسلام بالاتر رفته و در واقع حتی عقل اول فارابی را هم حملش کردن، امین وحی، بعد ناموس اکبر روح اعظم، حافظم سروش نامیده، بعدش گفتم که عزرائیل که فرشته ملک الموت در قرآن اومده، فقط به این عزرائیل نیومده. واژه یهودیان همه ایل از همون یهود اسرائیل هم آی سارائیل دیگه، آی خدا، ایل یعنی خدا، آی خداوندگار، آی پسر را یعنی پسر خورشید، مهرداد. بله اسرافیل یا رافائل اینجا چیز کرده، فرشته بلند مرتبه که در اسلام و دین یهود از او سخن میره. بعد به هر حال در واقع اون میشل میکائیل از همهشون در گفتم چیز، برای اینا هم هر کدوم یک چیزی مسلمین به اصطلاح جبرائیل وحی و میکائیل روزیه، مسئول روزیه در دنیاست، فرشته روزی رسان خداست، رزاقی. بعد عزرائیل هم که ملک الموت گفتم و آخرش اسرافیل هم که سور رستاخیز رو میزنه. بعد در قرآن علاوه بر این یک سری ملائکه، 8 ملائکه حامل عرش رو و بر این 4 تا اضافه میکنن و همینطور هاروت و ماروت که بهشون وحی نازل نمیشه در بابل، اونجا گفته میشه. رافائل که یه فرشته است، فتروس و مالک یه فرشته دیگه و نکیر و منکر در چیز قبر. شیطان هم یکی، برسم به مسئله شیطان در خداشناسی اسلام. خداشناسی اسلام عامل شر بایستی یک نمود داشته باشه، اون شیطانه. و در قرآن البته علاوه بر خود شیطان که به معنای خبیث و پسته، شتنه در واقع اسمش گویا در مسیحیت عزازیل بوده، بعضی ها معتقدن که این از جن بوده و من را از آتش آفریده به اون خاطر، چون جن هم از آتش آفریده شدن. بنابراین این عزرائیل در واقع از جنی بوده که در نتیجه عبادت آخونده اینجوری چیز کردن به چیز میشه، به درجه فرشتگان میرسه و مدرک مقرب میشه، عزیز به اصطلاح، ولی به دلیل سجده نکردن آدم که در واقع قیاس میکنه
او رو از من از آتش آفرید، اون از خاک، آتش از خاک بالاتر، من سجده نمی کنم. به دلیل این قیاس کردنشه که مورد بغض قرار میگیره، چون دین نمیخواد کسی در واقع چون و چرا در مورد احکام استبداد خدایی داشته باشه، یک دومم چون و چرا کنه. بله، بنابراین اینم از این در دین به اصطلاح برخلاف دین زرتشتی که کماریان شیشتا در مقابل امشاسپندان قرار میگیرن مقابل همدیگه، در بخش زرتشت گفتم از زنده یاد محمد معین که در مزدی اسنا و ادب فارسی بهترین مبدع در اون زمینه در این موردها، ولی در قرآن شیطان‌های متعدد شده بیان شده، از جمله 17 بار من شمردم که جدا از شیطان هستش، یا فرزندان او هستن یا یاران او و یا پیروان او، هر کدوم به هر حال کسی که توضیحی در اسلام داده نشده راجع به زندگی شیطان. در سوره بقره یعنی سوره دوم آیه 102 پیروی آن فسونها شدند که شیطانها به روزگار سلیمان همی خواندند، یعنی آن فسونها را، افسونها را، و پیرو آن افسونها شدند که شیطانها به روزگار سلیمان همی خواندند آن افسونها را. سلیمان کافر نبود، در حالی که خوندن دیدن که سلیمان یه جا کافر شده، برای زنش بت چیز درست کرده، معبد غیر یهودی. سلیمان کافر نبود، ولی شیاطین یعنی دیوان کافر بودن و جادو به مردم یاد میدادن و به آن دو ملک یعنی هاروت و ماروت نام در بابل وحی نیامد. این هم در مورد اینکه اونا ملک بودن. سوره انعام که سوره ششم آیه 71 و 112 از شیاطین انس و جن اسم برده شده، اینجا به صورت صفت در اومده و از تاریخ طبری و اینام نقل شده که به اصطلاح ابلیس به عبادت همی کوشید و در دانش از همه پیشی گرفت و به همین سبب مغرور شد در قرآن هم و تکبر بود دیگه و در برابر فرمان خدا عصیان بود. علاوه بر موجوداتی که بیان کردم، سخن آخر، بله، جنها هم در قرآن وجود دارن، موجودات ماوراء طبیعی هستند، از آتش خلق شدن و این خیلی چیز جالبی داره در قرآن که در واقع این اجنه بگم یک سوره هست در قرآن به نام سوره جن، غیر از این که به اصطلاح این رو اولا خود جن رو تحقیقی که در مورد تورات داشتیم در سفر لاویان باب 19 آیه 31 به اصحاب اجنه توجه مکنید اومده، همینطور سفر تثنیه باب 18 آیه 11 در میان قوم تو کسی یافت نشود و نه سوال کننده از اجنه و نه رمال و نه کسی که از مردگان مشورت کند، که حالا میرن در دیوار ندبه مشورت میکنند. ولی در چیز سوره جن به اصطلاح جالب این سوره صفات جن رو بیان میکنن، یه عدهشون مسلمان، خلاصه میکنم، یه عدهشون مسلمون میشن وقتی پیغمبر قرآن رو میخونه و خیلی خیالاتی چیز عجیب غریبیه این سوره. در هر حال یه عدهشون هم کافر میمونن و شیعه ها البته معتقدن که حضرت علی لباس رزم میپوشه میره، خلاصه برای این اون جنهای کافر رو میزنه، داغونشون میکنه و در واقع چیزه. من فقط در 5 دقیقه این بخش کوتاه از این سوره جن رو، آیه اولش اینه: بگو بر من وحی شده است که گروهی از جنی ها آیات قرآن را شنیدن و گفتن ما قرآنی شگفت‌آور شنیدیم که به راه کمال راهنمایی می‌کند،
پس بدو ایمان آوردیم و هرگز بر پروردگارمان کسی را شریک ندهیم. این از اینش. و بعد خیلی بعد میاد و این که گروهی از ما شایستگانی هستند و گروهی فروتر از آن و ما فرقه های مختلف و براه های گوناگون نیم. و این که دانستیم هرگز خدا در زمین نتوانیم کرد خدا را. و این که گروهی از ما مسلمانم و گروهی کافر و ستمکار. البته این هم در واقع آخرین صحبت اینه که در سوره انعام آیه 6 سوره انعام آیه 121 برای گروه جن و انس پیامبرانی از خود آنها فرستادیم. سخن آخر. پس معلوم شد که پیغمبر اجنه پیغمبرم داشتن. شب و روز عزیزان بخیر تا صحبت بعدی که بخش خداشناسی تموم شد، یعنی خداشناسی اسلام، ملائکه، شیاطین و اجنه. به هر حال رسیدیم به بخش دوم که معادشه. ممنونم.